ای هستی بخش به نام تو آغاز میکنم می کنم و میدانم اگر لحظه ای از من روی برگردانی هیچم به یاد خدای بخشنده و مهربان عرض سلام و احترام خدمت همه شما بیننده های محترم اینجا برنامه روشناست که با آرزوی بهترین ها برای یک یک شما عزیزان تقدیم شما میشه امید دارم که در هر جایی که هستن جور و سعتمند و پیروز و موفق باشین بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان و آرزو میکنم که تا آخرین لحظات همراه ما باشین راستی این زربان مسئله یا این مطل شنیدین حتما شنیدین که میگن که گل صبر کنی زیغوره حلوا سازم خوب به این معنیش فکر کنین فکر میکنین که چی مفهومی را میرسانم خب بله برای ما و شما میخوای اهمیت صبر نشان بده یعنی اگر ما صبر کنیم در زندگی چیز ایجاد میشه که باور نکردنی است یک چیز بسیار زیبا باعث پیشرفت باعث موفقیت و باور نکردنی در زندگی ما پس گر صبر کنی زقوره حلوا خب بسیار عزیزان بیننده که همراه ما بودن در هفته های قبل حتما و حتما میفهمین که ما پنج ها امروز در رابطه با صبر با شما عزیزان صحبت میکنم زندگی صبورانه چه زندگی زیبایی است زندگی که در او صبر مقاومت بردباری وقتی باشه زندگی پر از موفقیت خواهد بود طور زندگیتان میشه که باورتان نمیشم. میبینن که چقدر در این زندگی که شما صبر کردین مقاومت کردین گذشت کردین بردباری کردین پر از موفقیت‌ها، ها پر از زیبایی ها و پر از بهترین ها میشه زندگیتان سرشار از زیبایی ها و بهترین ها باشه بیننده های عزیز بعد از یک میان برنامه از کارشناس محترم دعوت میکنیم که به استودیو تشریف بیارن پس تقدیم شما میکنیم توصیه‌های های تلائی. سلام به توصیه‌های های ما توجه کنید. با این توصیه‌ها ها و رمزهای خوب زندگی می توانید شاهد رشد و پیشرفت خود و خانواده خود باشید موضوع ما صبر صبر جوهر ارزشمندی است که مثل وجودی انسان را به طلا تبدیل می کنن. و مرتبه معنوی او را بالا و بالاتر میبرد تا جایی که خداوند و داشتن چنین بنده ای افتخار میکنم پس بیاییم صبور باشیم اما چگونه رمز اول ایمان به خدا داشته باشیم انسان مؤمنی که در مواجهه مواجه با رویدادها به خداوند تکیه دارد از لحاظ روانی, روانی خود را قدرتمند می‌بیند و در سختی خود تنها و بیکس نمی‌داند و معتقد است که خداوند انسان را رها نکرده و در همه حال یاریش می‌کند پس هیچگاه دچار یأس و استراب نمیشه. و صبور میماند رمز دوم, دوم واقع, واقع گرا باشیم باشی. یکی از, از راه های, راه های مقابله, مقابله و افزایش توان بردباری و صبر شناخت, شناخت واقعیت های زندگی در دنیا است که باید بپذیریم که دنیا محل مشکلات است و پذیرش این موضوع انتظارات ما را کنترل می چرا که اگر دنیا را محل برای رسیدن به بر خواسته های خود ما بدانیم، در صورت نرسیدن به آن بسیحب می و دچار خشم و ناامیدی. پس دنیا محل مشکلات است. نه آرامش قطعی. پس بیا ایم. صبور بله بسیار خوشحال هستیم که همراه شما عزیزان هستیم امروز در برنامه روشنا و موضوع برنامه زندگی صبورانه و ای که برحال زندگی صبورانه چقدر میتونه باعث پیشرفت و موفقیت ما و شما شدم قبل از اینکه بریم خانم حسن عزیز ببینیم و سلام علیکی کنیم و خوش آمدید بگیم در استودیو نمبر واتساپی را برای شما از دان میگم و بسیار خوش میشم که با ما در ارتباط شوید مثبت 964 780 255 4, یک تشکریام کنم از عزیزانی که با ما در ارتباط هستن پیام های صوتی برای ما ارسال میکنن یا سوال نوشته میکنن بر حال بر رای میکنن بسیار خوشحال میشیم و ای که بر حال برنامه روشنا میتونه پاسخگوی سوالات شما عزیزان و مشاوره برای شما باشه خانم حسن زاده، سلام و خوش آمدین بسم الله الرحمن الرحیم بندگان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم انشالله که در هر کجا هستن سالم و تندرست باشن و آرزوی موفقیت رو برشون. دارم. بسیار عالی. خب خانم حسان زاده عزیز من موضوع برنامه را که خب از زبان بیننده ما در جریان هستی خلاصه و مقدمه از هفته قبل بگوین و بعد از اون باز وارد مبحث امروز ما شیم. موضوع برنامه ما به صورت کلی در مورد سب که زندگی صبورانه بود ده. که ما در جلسات قبل در مورد نقش صبر در زندگی رو گفتیم مهارت های ایجاد صبر به خصوص در سختی ها رو بیان کردیم و گفتیم که ضرور، چه ضرورت داره برای تربیت فرزند خودمان صبور باشیم اینا رو مباحثی بود که در جلسات قبل خدمت بینندگان عزیز مطرح کردیم اما امروز میخوایم در مورد صبر و شکیبایی و تاس تاثیرات او در خانواده این صبر و شکیبایی که ما داریم چه تاثیراتی در خانواده داره چه،, چه،, چیز باعث میشه خانواده ما رو به رشد بده به چه صورت رشد بده رو انشالله امروز میخوایم بیان کنیم ما گفتیم که اهمیت صبر به اندازه که میتونیم بگیم به خصوص در خانواده که حتی بنیان خانواده رو باید حفظ میکنه اگه همین صبر باشه و یکی از نکات مهم زندگی به حساب میاد بله. به خصوص در زندگی های امروزه که مشغله بله. های فراوان هست استرس های فراوان استرس های فراوان این صبره که به کمک انسان میاد بله. و میتونه انسان رو خانواده انسان رو به آرامش برسان. خب ما در اینجا میخوایم بگیم که زندگی های مشترک الان این رو انسان باید در نظر بگیره که یک و دو روزه نیه انسان مم. وقت زندگی زندگی مشترکی رو شروع میکنه و باعث میشه یک آقا و خانم در به خانه زندگی کو خود خوش شروع کنن و با یک سقف زندگی کنن این چه باید یک نکاتی رو لازم باشه وقتی ما به پدر و مادرای محترم صحبت میکنیم میگیم که این آقا و خانم دختر خانم میگه شما الان میخوایم بفرستیم به خانه بخت بلد. علاوه بر تهیه مثلا وسایل زندگی که لازمه به خانه اینها که مثلا باعث آرامش آسایش آسایش بشه ولی یک مسائل دیگه هم در این خانه لازم هست دقیقا. که فقط خانواده ها به فکر همون تهیه لوازم و مجالس برای این زوج جوان هستن ما میگیم یک چیز دیگه هم که باید به هم دختر هم آه. آقا پسر سفارش میکنیم که حتما خانواده های محترم به اینا تاکید کنن آموزش صبره آموزش صبر ام. چون صبر رو ما گفتیم در تربیت فرزند باید از همون ابتدا به فرزند خود یاد بریم خیلی به خصوص مثلا سالهایی که بزرگتر میشه نوجوان میشه این باید یاد گرفته باشه این دختر خانم آقا پسر که چجوری صبر کنن در برابر مقاومت کنن در برابر سختی ها چون قبل از او به داخل خانه پدر و مادر بودن اگه مشکلی ایجاد میشد بله. پدر مادر یا اعضای دیگه خواهر برادر به کمک از اینو می آمدن. وقتی دیگه زندگی مشترک رو شروع میکنن از خانواده دور هستن طوری از خانواده دور هستن که نزدیک خانواده نیستن ممکن سختی ها مشکلاتی برای اینا ایجاد بشه حتی برای اینا تأثیر گذار باشه خب ما میخوایم بگیم که همونطور که خداوند توصیه به صبر کرده برای هر فرد ما میگیم خانواده ها هم باید توصیه صبر کنن به افراد خانواده مثلا برای زن شوهری که میخوان زیر یک سخت برن ما در سوره بقره آیه 153 داریم ای کسانی که ایمان آوری یاری به جوید به وسیله صبر و نماز خواندن از خداوند متعال بله. یعنی دستور میده خداوند این دستور متعاد. قرآن است برای ما هم از صابرین چون خداوند با صابرینه ام. خب ما این دستورات رو باید فرزندان ما هم یاد بدیم ام. یا مثلا سوره بلد آیه 17 یا سوره عصر خداوند متعال میفرماید و تواصل بسن. ینی سفارش میکنم شما را به صبر کردن خب ما میگیم در زندگی مشترک چی خوب انسان از همه اول دختر پسر، پسری هر کدوم باشه فرقی نداره بله. اینا زند به زندگی مشترک وارد میشن از اول سفارش کنیم که زندگی مشکلاتی داره همش رفاه و آسایش و بله. آسودگی و خوشگذرانی نیست آه. یک مشکلاتی داره وقتی به مشکلات رسیدی اینجا باید قدرت صبر روتمل زیاد باشه حال ما میگیم به چی بیشتر اونایی مد نظرن که زندگی مثلا ابتدای ازدواجشون هست چون اونایی که همون در آمار های طلاق هم ما داریم بله. که بیشتر کسایی که مواجه با مشکل میشن همون ده سال اول زندگیه بله. چون بعد از او دیگه اخلاق هم دیگه دست نامده روش و مدار و رفتار هم دیگه دست بله دیگه تقریبا نامده نیاز... ها ایجاد میشن حتی سب کردن و یاد گرفتن چون اگه اولادی آمده او اولاد باعث شده که صبر کردن رو کم کم یاد بسیاری بگید. از عوامل دست به دست هم داده که بتونه صبر و مقاومت داره در وجودش خب ولی ما میگیم که برای اینجی که اول زندگی هست و سالهای اول حتما توصیه به صبر خانواده های محترم داشته باشن خصوص که جوان های امروزی کلشان کمه که عجله دارن در هر کار میخواین که زودتر به مقصد برسن زودتر به نتیجه برسن خب امیر رشد و صنعت و تکنولوژی کلی گپا باعث شده که جوانای ما قسم افکارشان قسم شود که بگوین که ما باید هر سریعتر به نتیجه برسیم احسن. و س... عجله هم کار شیطان است احسن. خب میگین حالا این خود صبر مهمتمی... مهمترین عامل تحکیم خانواده یعنی خانواده میخوام محکم باشه خ... خانواده ای که سریع از هم نپاشه باید این صبر بنیادش ریشش در اون خانواده اصلاح بشه یعنی افراد خودشون رو معذف کنن که صبور باشن چون دنیا دنیایی هست که حتی هر لحظه همین زندگی های عادی خود خود میبینیم دیگه هر لحظه همین حادثه گپ سخن چیزی در کمین زندگی های انسان بله. نشسته بله. بیشتر انسان باید از صبر کمک بخواد خب میگن تن... می که ما ضرورت سازش اصلا در خانواده چیه ممکنه سوال کنن چه ضرورتی داریم ما زندگی کنیم با همش با صبر زندگی کنیم تا کی صبر کنیم چرا اقدامی نکنیم و حق خور نگیریم این مسائلی که الان بین خانواده بله مطرح بله. مطرحه خب فکر میکنن حق گرفتن خود خور همون که در جلو طرف بستن میتونم بگیرم ولی ما اینجا یک نکات دیگه میگیم که به وسیله صبرم میتونن حق خور بگیرن حالا حق که امروز که نه تنها مثلا حال بگیم همه جا باید انسان صبر بعضی هست نه حق خود من از ظالم بگیرن مثلا فردی دوزی کرده مثلا خب این چه باید کارهایی را انجام بدن مم. که او حق خود از او بگیرن مم. مثلا به شکایت کنم به پلیس خبر بدن اینا بحث ما این جنیه ما بحث ما نه در خانواده ما این بنیاد خانواده هدف ما برای هست که بشه این نکته مهمه خب میگن که تا کی صبوری کنیم ما در جواب از اینا میگیم تا رسیدن به پیروزی ممکن این سوال باشه که تا این پیروزی کی میشه کی هست آه. اصلا تا کی پیروزی اتفاق میفته یعنی ما تا کی سر کنیم میگیم زندگی انسان زن و مرد فرقی نداره دوست. هم برای زن هم برای مرد یک جوری هست که یک نقطه ضعفایی هسته این رو باید ما قبول کنیم که ما با طرف مقابل ازدواج میکنیم هر چی آدم خوبی من انتخاب کردیم ولی یک نقطه تضافی داره چون اختلاف سلیقه ها وجود دارن ام. ام. چون انسان فرشته نیه که هیچ مثلا م... ا... چیز منفی داشته باشه باشه خب مطمئنا امور منفی در انسان هست یک بد... های ممکنه باشه حالا ما بدی ها رو مثلا بگیم گناهکار فرد و مثلا اینا نه بدیهای های منظور اون چیزی که ما باید کنیم چیزی که من نمیپسندم <applause> چیزی که انتخاب من نمی کنم برای مقابل خب اینجی باید من صبر کنم خب صبر کردنم با ملایمات زندگی خیلی سخته ما این رو قبول داریم درست. چون وقتی میخواد انسان زندگی آدم شیرین بشه این رو تحمل می مقاومت میکنه ایستادگی میکنه نه به معنایی که سکوت کنه ما گفتیم در تعریف صد در بله، بله. به معنای ساکت شدن نیه آه. نه ما الان به خاطر شرایط زندگی خب اگه حرف سخنی به داخل خانه از طرف مقابل شنیدم به خاطر هدف من زندگی منه که مایم حفظ بشه اینجا ساکت میشم و تحمل میکنم خب خانم حسن اصلا زاده یعنی که مثلا ببینیم ما مثلا یک مشکل ده داخل خانواده هست خب بعد مثلا ما میگیم که صبر کنین آیا فقط صبر به تنهایی میتونه مثلا چهار ساز باشه یا یکی نه مثلا حالا مادر خانواده است یا پدر خانواده است یک گپ در داخل خانه پیش آمده و حالا مثلا ما توصیه میکنیم که صبر کنیم اصلا. خب صبر میکنه ولی در مقابل تحقیق نمیکنم جستجو نمیکنه که مشکل در کجا بوده گپ در کجا بوده ریشه ای نارامی ریشه ای بس جگرخونی که ایجاد شده ریشه ای عدم تفاهم یا اینکه که چرا مثلا ای گپ پیش آمده این مشکل چرا داخل خانواده پیش آمده اینا چی؟ اینا با هم دیگه نمیتونن یک جایی باشن تا مشکل حل کنه فقط سب کرده نه سب ما گفته سب مقاومت کردن یعنی خوب. همین ریشه‌ها ریشه ها رو پیدا کنه که بس ما با طرف مقابل آل فرزند باشه همسر ام. بوده بس چیه اون ریشه آیا ریشه ها بکنه آیا تقصیر ما بوده یعنی پس صبر میجو... درست است که مثلا در واقع درسته ولی همراه او با چیزای دیگه باشه تدبیر نی مدیریت, مدیریت, کردن دیلیت. که ما در جلسه قبل گفتیم ریشیابی آه. ریشیابی که بدونیم که من الانی که میخوام سب کنم تا کجا سب کنم خب من چه جور ای راه نمایی کنیم این راهنمایی کنم به اشتباهی نه همه نکات مهمی است که من در سب کردن خود باید پیدا یعنی. کنم یعنی خانم مثلا سر مثل بعضی وقتا بعض خانم ها که من بین صحبت های شما وقت کم است مثلا صبر میکنن ولی خب مثلا ما میگیم که شما صبر میکنین در نهایت مثلا موفق میشین پیشرفت میکنین نی مثلا باهم. ما در برنامه همیشه همیره گفتیم خب شاید مثلا یک کس بگه بگه که ما یه قدر صبر کردیم در یه جایم نرسیدیم نی ما یه رو میخواییم برشون بگیم که صبر درست است که بسیار عمیق است معنیش و جایگاه بسیار بزرگی دارم ولی در پهلی او داشتن تدبیر داشتن مدیریت صحیح داشتن ای که تو باید در رابطه با مشکلات تحقیق کنی ریشه یابی کنی اینا هم بسیار میتونن موثر باشن با وسیله اینها میتونه به موفقیت حتی بله. حتی برسه ولی ما یه چیز دیگه میگیم بعضی میگن که صبر ما تمام شد همون نقطه که میگن دیگه اصلا دیگه ما نمیتونیم صبر کنیم ما دیگه کاسه صبر ما لبریز ما میگیم نه اگه خان... در خانواده ما این رو ماهیم بس بله خانی... بله بله. میگم که خانواده بگه که من صبرم تمام شد دیگه این آقا یا خانم منم میتونم زندگی کنم بله. ما این رو باید زب... یه... اینجا باید به یک خود برسه خود یابی پیدا کنه بله یعنی به خود خود مراجعه کنه و بله. خود خود فکر کنه که من الان از زندگی جدا باشم اولا این که قدیمی ها گفتن زندگی لباس نیست که بخوای همش او رو عوض کنی بله بله. این رو باید آویزه گوش همه ما باشه چون واقعا بنیان, زند... بنیان خانواده یک بنیان عظیمیه اهداف و بلندی داره اهداف بلند انسان که میتونه انسان بلندی در خانواده پرورش بده خب این هدف رو ما در نظر میگیریم برای بنیان خانواده حالا میگم خب بالاخره از این آقا یا خانم جدا شدی با زندگی بعدی که میخوای شروع کنی او طرف حالا اگه مجرد باشه که مشکلات خودی داره منحسب خودی داره که قابل حل هم ممکنه نباشه یا نه با یک فرد دیگه میخوای زندگی شروع کنی آیا او تمام خوبی ها رو داره درست آیا همه ای اون مشکلات رو او باید میتونه حل کنه یعنی بله. هر چی که شما انتخاب میکنیم او اجرا میکنه خب چی تزمینی وجود داره ام. اصلا تزمینی وجود نداره برای همه زندگی بعدی حتی ممکنه ما داشتیم کسانی که از زندگی اول با بخ... قول ما کات کردن و به طلاق خود مثلا باعث شد که برسانم بله بله. خود خود به همون مرحله برسانه طلاق زندگی بعدی اونا حتی مشکلات بیشتری داشت زندگی قبلی خودم میخورده دیگه به با مراتب بالاتر الان میبینیم در جامعه همه افراد هستن که میگن کاش که با همون نفر اول به مراتب مشکلات ما کمتر بود بایی خب این به خاطر چیه به خاطر اینه که صبوری در زندگی نبود به خاطر او که به من جایی که اسلام سفارش کرده بود که باید صبر کن من صبر نکردم حالا ممکنه بعد همه زندگی ها بگن که نه ما صبر هم کردیم ولی طلاق شد خب او قضیهش خیلی فرق میکنه ولی اونهایی که واقعا زندگیشون به خاطر عجله همین بی ها بله بله. باعث به طلاق شد بعدا افسردگی در پی داره خب همین ناملایمات زندگی رو ما باید همیشه بگیم که با انسان عجین شده یعنی همیشه هست بله. این رو نمیتونیم بگیم نه ما از زندگی فرار میکنیم به زندگی جه. حتی فرار کردن باعث شده که از وجدان های بیشتر انسان بله. داشته باشه ولی صبر کردن نه تصمیم گیری های بهتری داره حتی میتونه امور رو اصلاح کنه امه. این همون مدیریتی که شما میگین بله. میتونه امور رو اصلاح کنه همانطور که کلام لغمان است که به فرزند خود میفرماین در سوره لغمان آیه 17 خیلی سفارش جالبی دارن حضرت لغمان میفرماین در برابر مسایبی که به تو میرسه صابر باش خب صابر باش بعدش ادامهش رو میفرماین این کارهای تو مهمه یعنی فکر نکنی صبر تو کار مهم نیست چون هدفی برای انسان داره برای بنیان زندگی خود خود پرورش مثلا فرزندان خود پس کار انسان چی میشه مهم بشه می و با ارزش میشه خب با مشکلات کوچک و ناملایمات کوچک خواسته باشه زندگی رو بر هم بزنیم نه تنها در زندگی های بعدی خوب موفق نمیشه بلکه دوچار مشکلات بیشتری خواهیم شد خب حالا میگیم چه تاثیری داره من صبر کردم دلی. حالا چه تاثیر سازنده ای صبر من بر خانواده داره مم. قبل از اینکه سوال جواب بده خانم اصلا ده ده یک سوال هم قسم گذرا میخوایم پرسان کنم این صبر وقتی که مثلا میگم در یک خانواده مثلا کلمه صبر رو وقتی بیان میکنیم ناخودآگاه در ذهن انسان میاد که مادر یا زن همسر او باید صبر کنه نه مثلا همیشه چون اصلحواز... شما همطور میشه نه، از نظر من درست عینا همینه چون رابطه روحی عاطفی که زن داره با صبر بیشتر عجین شده تا من به خصوص حالا من نمیخوایم مثلا یه یه بگم که مثلا صرف زنان کشور ما این قسم میسته. نه بانوان زنان همه جامعه ها همه کشورها هست ولی خب حالا خب بخاطر سختی و مشکلاتی که کشور ما داره در واقعیت مادران و زنان کشور ما صبرشان بسیار زیاد است درست است؟ اصلا. ولی ایره میخوایم بگویم که آیا سب فقط برای مادران و زنان است؟ نه ما این رو برای تک تک اعضای خانواده, خانواده, خانواده بیان میکنیم چون اگه مادر تنها سب کنه او رشد هدف و اصلی که مثلا در خانه مد نظر اسلامه انسان به دست نمیاره همانطور که ممکنه مرد مثلا یک جایی باید سب کنه یه جای ممکن فرزندان صبر کنن تک تک اعضای خانواده در یک خانواده وقتی میخواد بروش برسه تک تک اعضای خانواده باید صبر رو داشته باشه پس یه اشتباه است سبر... که میگن بس بسوز و بساز دیگه نه ما همچین چیزی رو اصلا نداریم آه. چون صبر کردن برای تمام اعضای خانواده بله. هست خب حالا میگن تاثیر سازنده سب در رشد و پیشرفت خانواده به چه سبکه خب میگن ما آموزهای دینی رو اینجا میخوایم بیان کنیم خب گفتن وقتی که صبر میکنیم وقتی کلمه سب به ذهن آدم میایه اف گذشت ای به ذهن بله، انسان میایه بله. خب خب میگن که ای اف و گذشت رو باید در خانواده مثلا اگه خطایی از طرف دادی ببخشیش از گناهش مثلا چشم پوشی کنیم ولی یک مرتبه بالاتری هم در آموزه های اسلامی برای افراد صبور مطرحه چون اون مهر محبتی که لازمه در خانه اینجا اجرا بشه خب. ما به این نکته اشاره میکنیم میگم بر زن و شوهر اول باید از اشتباه و بدی های هم دیگه ببخشن هم دیگه رو اف و گذشت کنن امه. یا بین فرزندان زن و شوهر رو گفتن امه. تنها یک نفر مد نظر نیست امه. خب حالا میگم به این بخشش و اف کافی نیست مرهبتبه بالاتره باید چشم پوشی کنن یعنی ندیده بگیرن آه. من خطایی که دیدم علاوه برای که میبخشم به روی طرفم هم نمیارم بله. ایده که دل... یعنی این جده که صبر خیلی مشکل تر میشه اینجه که انسان معنی میمال. اصلی صبر اینجا نشان میده هنوزم بالاترشم دارین در آموزهای میگن علاوه برای که از طرف اشتبا... اه، کسی اشتباهی دیدی او رو بخشیدی، اف گردی، بری و هیچی نگرفتی، نادیده گرفتی برو یک مرتبه بالاتری در رفتار خود پیاده کن، بهش نیکی کن اینجا نیکی کردن است که باعث میشه که با او رو بسازه او چی بسازه طرف مقابل رو بسازه آره، این نیکی کردنه که ما در سوره رد آیه 22 داریم و ید رعون بلحسن توسعیه یعنی اگه خطا رو که نادیده گرفتی که هیچی بهش نیکی کن در مقابل بدیش جی هست که باید میگه که برای جالب اینجایی در اول آیه میگه برای جلب رضای خدا باشه آه. چون انسان وقتی که هدف فقط یک چیز باشه جلب رضای خداوند این اگه جلب رضای خداوند باشه باعث میشه که او طرف رو انسان بسازه حالا مثلا میگن چون بعضی وقتا همیشه ما نیکی کردیم به طرف یا باعث شده که مثلا حتی سب کرده انسان نادیده گرفته اشتباهات رو شاید دیده باشن مثلا بینندگان و محترم با اطرافیان هر چی خوبی کردن ولی خوبی های اینا تاثیر گذار نبوده در طرف مقابل صبرشون باعث شده که حتی به جایی برسه که دیگه صبر کردن برای اینا بگه معنا نداره من هر بلی. چی صبر میکنم طرف مقابل بدتر میشه یعنی او رو باعث میشه که به از من وظیفه بدونه بگه که خب. این وظیفه تو بود که این کارو انجام دادی چون وقتی به جا... جای برسه عادت ها وظیفه بشه بلی. دیگه اینج خیلی بد میشه بعد ما اینو ده کنیم که طرف مقابل لطف به ما کرده این هم به وسیله چی که رضای خدا در کارها باشه چون رضای خدا در کار باشه کارها خودش درست میشه مم. با این جه دیگه اون معنای واقعی صبر بره افراد خیلی سخته حالا انصافا اگه ما خواسته باشیم به این عمل مثلا آموزه اسلام عمل کنیم واقعا صبر سخت میشه که اول بیا طرف یک حرفی زده یا یک کاری کرده که باعث شده که ما حتی ناراحت بشیم روحی ما آزرده بشه ولی بله بله. بله این اومدیم ام چیکار کردیم علاوه بر از اینکه او را فراموش میکنیم بخشش نادیدن دیدیم، نادیدن نادیده گرفتیم به روی رو نیوردیم آه. حتی بریم نمیگیم من به خاطر کارت تو بخشیدم اینم نمیگه میای بریم نیکی, میکنیم. هم میکنیم. این همون رضای خدا در این خیلی مهمه و این خود یک شیرینی داره در زندگی انسان و این شیرینی نتیجه اون شیرینی زندگی میشه گرمی و محبت به خانواده و زیاد شدن اون رابطه عاطفی بین خانه میشه این جی باعث میشه که طرف اصلاح بشه یعنی طرفی که دیگه باعث میشه که خجالت بکشه بگه من الان این کار رو کردم دفعه دیگه ای کار رو بکنم این به من لطف کرد مم. و صبر کرد در مقابل من هیچ نگفت و باعث شد مثلا حتی خوبی بکنه به من این باعث میشه که او فرد دیگه دفعه های دیگه بله. او کارهایی که انجام میده یه درس اخلاقی بزرگ میداده میشه اصلا مم. کار عملی میشه دیگه مم. این بار میتونه بگیم ولی اگه همین رو ما برعکس در نظر میگیریم چون الان با وجودی که انسان های عجول ما زیاد داریم خود ما مم. شاید جز همون باشه سری میخوایم کارهای ما انجام بشه سری میخوایم جواب طرف رو داده باشیم بله. که حقی از ما نشده باشه او هم به فکر مثلا خود ما میرسه که اگه من جواب ندام ممکنه حقی از ما زایه بشه مثلا این بیایم کینه از این کار بده رو بگیریم بله کینه در دل خود بگیریم که بگیم نه از طرف مقابل بگیم این کار در حق من کرد ولی باید این حق یک جوری جبران کنم یعنی جواب ازیر بودم یا به کار خود شده یا به سخن خود خب بگو ما گم جدال پیش میایه و سخنهایی میایه که نباید در بین خانواده بله. زده دیگه مهر و محبت از خانواده میره دیگه نه تنها او افراد اصلاح نمیشن بلکه کارهایی میکنن که و سختی های زیادتری در خانه ممکنه برای انسان ایجاد آم. کنن حتی که ما همچین رو دیدیم میگه دیگه یک دوایی در خانه میشه یک کلام ها میگیم یک کلام طرف مقابل ممکنه بگه پس ممکنه او جواب نزاره به خب پنجوری سنگ رو سنگ بند نمیاد بس او بح... تربیت فرزندان چقدر سوال میریم و اینجا دیگه اعضای خانواده از هم راضی نیستن پس یه خانواده موفق دیگه اینجا نمیتونه باشه و مست. اون رشد بله. و موفقیتی که ما برای صبر گفتیم در اینجا اتفاق نمیافته بله. خب این یک بود که ما باید مد نظر داشته باشیم ولی میگن خب ما اینقدر صبر کردیم دیگه یعنی همش هم صبر کردیم و حالا اصلاحی هم صورت گرفت و اینها ولی اصلاحات خیلی کم صورت گرفت داریم دیگه ما میگیم های. نه اصلاحات به مرور زمان لازمه آه. تمرین و ممارست یعنی اگر امروز انجام دادی فردا هم انجام بده پس فردا هم انجام بده این باید به طریقه های مختلف باشه آه. ولی این هم در نظر داشته باشه انسان برای خود خود که من این صبری که انجام میدم خداون هم یه چیزی باید در عوضش به من بده اینجی بیشه که ایمان من قوی تر بشه آه. و قدرت تحمل صبر من بالاتر بشه بره و بیشتر بشه اینجا اینجاست که خداوند میفرمایند سوره نور آیه 22،, 22 که آنها باید عفو کنند چشم پوشی کنن آیا دوست نمیداری خدا شما رو بیامرزد یعنی آمرزش انسان رو خداوند برای چه قرار داده برای کسی که صبر میکنه خب اینجا اف کردی بخشش کردی بدون خداوند هم یک حساب کتابی هست برای خود شما هم خداوند اجر قرار میده و حتی همه همدیگر رو بخشیدن گرای همدیگر رو بخشیدن و باعث قفران مثلا بخشیدن رحم مورد رحمت خداوند قرار گرفتن باعث میشه که انسان یک زندگی نورانی داشته باشه صد درصد چون کاری که به خاطر رضاعت خداوند انجام شود یا ای که حال انسان دستور خدای خودش را اطاعت کرده مسلم است که نظر خداوند هم حتما به سمت او میشه آره این نکته نظر خدا به سوال میشه بعد تا قیامت هم خدا یک در دنیا و آخرت آه آخرت آه. آخرت همیشه ما فکر میکنیم همه دنیا رو در نظر بگیرین کافیه ما میگیم نه همونطور که دنیا رو در نظر میگیرین آخرت رو هم در خب نظر بگیرین خب دنیا مزرعه آخرت هست دیگه اصلا کل جمله ای که من میخواستم <تصفح> بله. بگم در یک کلمه گفتین همونطور که دنیا در نظر آخرت رو در نظر, نظر بگیرین میتونید به جایی برسی م. و موفقیتی برسی خب نکته دیگه ای بود که درباره اثرات صبر صبر در زندگی بیان کردیم خب یک مورد دیگر رو میگم که اثرات یک اثر دیگه ای که صبر در زندگی خانوادگی داره بله. اینه که بالا رفتن اعتماد به نفس میشه در خانواده یعنی کل اعضای خانواده اعتماد به نفس دارن یا نیست فردی که صبر میکنه فردی که صبر میکنه خوال. حتی برای خودش هم میتونه اعتماد نفسش رو بالا ببره برای بقیه هم اعتماد به نفس ایجاد میکنه یعنی خانم مثلا مثلا یک نفر در داخل خانواده صبر میکنن دیگه اعضای خانواده آنچنان صبر ندارن چطور صبر ای ب... که اعتماد به نفس داره خب زمان بسیار کم است در یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم باید خدافزی کنیم ما حالا در رابطه با همین موضوع یک صحبت کوتاهی داشته باشیم ما میگیم که اعتماد به نفس فرد رو بالا میبره چون صبر قدرت تحمل سختی های انسان رو بالا میبره درست. یک نوع آموزش میده که انسان خودکفا باشه بسیار عالی ما میتونیم در رابطه با همین موضوع هفته دیگه ان صحبت کنیم صبر و اعتماد به نفس بسیار موضوع بسیار مهم است در زندگی ما خصوص در خانواده در یک خانواده بسیار عالی تشکر میکنیم سپاسگزار هستیم از صحبت های خوب شما و از حضور شما هم خدافیزی میکنیم از آن بیننده تشکر و سپاسگزار از حضور گرم شما عزیزان امیدوار هستیم که در روزهای آینده همچنان بیننده برنامه روشنا باشین امیدوار هستیم که تا آخرین لحظاتی که امراه ما بودین پر از صفا و صمیمیت بوده باشه اعضای خانواده محترمتان را در این صفا و صمیمیت همیاری کنیم از آن به وقت کابل هم آماده نشر است که تقدیم شما میکنیم خدا نگهدار